آزادی پس از چند سال انتظاری و طلب و رد و بدل ها. پنج شهروند امریکایی ایرانی اصل که در ایران زندانی بودند روزی 18 سپتامبر به قطر رسیدند. رهایی آنها با میان روی داها و آزادی پنج ایرانی از محبس های امریکا و هم دسترسی تهران به 6 میلیارد دلاری بند ماندش امکان پذیر شد. تبادل زندانیان میان امریکا و ایران پس از ماها مذاکره های پینهانی به دست آمده است. منابع و مقامات میگن که قطر نقش اساسی را بازید داها از ماه مارس سال 2022 میزبان چند ملاقات غیر مستقیم و پنهانی نمایندگان تهران و واشنگتن بود است در دورهای اول برنامه هسته ای ایران در میان بوده سپس به سبب پیچیدگی موضوع آن را به تبادل زندانیان تبدیل دادند واشنگتن ماه سپتامبر اجازه داد که 6 میلیارد دلاری بندمانده ای ایران به بانک های قطر گذرند داها اکنون نظارت می کند که حاکمان ایران این پول را به خریدنی مال های زیر تحریم خرج نکنند. پول ایران در کره جنوبی یکی از مشتریان نفت این کشور در مانده بود. سال 2018 و بعد از سختر شدن تحریم های امریکا علیه جمهوری اسلامی. امروز می خواهم جهان را درباره کوشش های ما برای پیشگیری ایران از دستیابی به سلاحی هسته خبردار کنم. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ کشورش را از سازش هسته ای ایران و شش قدرت جهانی بیرون کرد این سازش سال 2015 امضا شده بود دشمنی با امریکا همیشه بهانه گرد همایی روحانیان در ایران است ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی سال 1979 رشته روابید را با تهران برید ایران از آن زمان تا حالا در بنبست سیاسی و زیر بار تحریم های اقتصادی رنج می‌کشد. آیت علی خامنه رهبری عالی ایران در شرایطی افزاینده خشم مردم از مشکلات اقتصادی می تواند که بعضی از معامله ها را با امریکا تحمل کند اما در داخل ایران باور دارند که برای به اعتدال آمدنی مناسبت با واشنگتن هنوز راهی درازه در پیش است در همین حال نمایندگان جمهوری خواه در امریکا رهایی پولهای های ایران را تنقید کردند به با باور آنها جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در اصل برای آزاد شدن شهروندانش از زندان‌های ایران فدیه پرداخت است